درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان در حالی که چیزی به مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات ایالات متحده ای آمریکا باقی نمانده است روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی آورده است که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل چه در صورت انتخاب ترامپ و چه در صورت انتخاب کاملا هرس تفاوتی نخواهد کرد اما آنچه که تفاوت میکند پاسخ بعدی اسرائیل است که در صورت آمدن ترامپ یا هریس بسیار متفاوت خواهد بود این روزنامه به نقل از منابع آگاه در سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده آورده است که در صورت پیروزی هریس احتمالاً بازی پینگ پونگی جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به همین شکل تا سالها ادامه خواهد یافت و به تدریج زیر های ایران نابود می شود. اما در صورت پیروزی دانالد ترامپ احتمالا او با قاطعیت حمله گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام خواهد داد و نسخه این رژیم را به زودی خواهد پیچید و اجازه نخواهد داد که جنگی طولانی مدت صورت بگیرد چرا که این برخلاف مواضع اقتصادی و سیاسی دانالد ترامپ است این گزارش به نقل از یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی قصد ندارد با حملات خود به اسرائیل در این لحظه تأثیری بر انتخابات آمریکا بگذارد اقدامی که به ادعای منابع غربی نشان از آن دارد که حکومت جمهوری اسلامی تمایل دارد استراتژی های خود را با توجه به تغییرات احتمالی در کاخ سفید و سیاست های آینده واشنگتن هماهنگ کند در این میان این مقام جمهوری اسلامی به سراحت تأکید کرده است که پاسخ قاطعی از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل پس از انتخابات و پیش از تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا در ماه ژانویه صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی برای زمانی که تمامی دنیا به لحظات سرنوشت ساز سیاسی در آمریکا چشم نوختند برنامه دیگر در سر دارد. در همین راستا یک مقام مصری هم به والستریت جورنال گفته است که اطلاعاتی از منابع ایرانی در اختیار دارد که نشان می دهد حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل بی سابقه خواهد بود. آنطور که این مقام اعلام کرده رژیم علی خامنه قصد دارد در این حمله از تاکتیک های متفاوت و با نیروی فراتر از حملات پیشین خود استفاده کند. حمله ای که احتمالا قویتر و هدفمندتر از هر واکنش قبلی خواهد بود. این ادعاها به حدی جدی و دلهور آور است که موجی از نگرانی را در میان سیاستمداران و شهروندان ایران ایجاد کرده است. شهروندانی که مطمئن هستند حملات جمهوری اسلامی در نهایت آسیبش به ایران و مردم ایران باز می گردد و اسرائیل لطمی نخواهد دید. با انتشار نتایج نظرسنجی یوگاب یوروترک در روزنامه گاردین مشخص شده است که بر اساس این نظرسنجی حتی درصد زیادی از مردم اروپا باور دارند که احتمال وقوع جنگی گسترده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در آینده نزدیک به طور جدی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که اکثریت افراد در کشورهایی چون فرانسه 58 درصد، آلمان 59 درصد، اسپانیا 60 درصد، ایتالیا 59 درصد، دانمارک 52 درصد و بریتانیا 62 درصد احتمال می‌دهند که میان جمهوری اسلامی و اسرائیل جنگی تمام ایار آغاز خواهد شد. در میان فضای پرتنش کنونی پیام های زد و نقیزی هم از مقامات جمهوری اسلامی به گوش می رسد. از یک سو برخی از مقام های این رژیم از شمشیری سخن میگویند که همواره به گفته خودشان بالای سر سحیونیست ها است و بر این نکته تأکید می کنند که هر گونه حمله به منافع جمهوری اسلامی با واکنشی سخت و قاطع همراه خواهد بود اما از سوی دیگر برخی از مقامات از جمله عباس عراقشی در تلاشند تهدیدات جمهوری اسلامی را به نحوی ملایمتر و سنجیده تر نشان دهند. عراقشی با اشاره به تحولات اخیر اعلام کرده که جمهوری اسلامی پاسخی متناسب، سنجیده و قاطع نشان خواهد داد. روزنامه گاردین می نویسد که این تناقض در مواضع مقامات جمهوری اسلامی نشان از نوعی سردرگمی یا شاید هم استراتژی تاکتیکی این رژیم دارد. رژیم جمهوری اسلامی به نظر می رسد بین دو رویکرد کرده متناقض سرگردان است. از یک سو می خواهد با لحن سرسخت و تهدیدآمیز اسرائیل و متحدانش را تهدید کند تا طرفداران این رژیم به وجد بیایند و راضی شوند. اما از سوی دیگر سعی دارد با ارسال پیامهای های ملایم تر و سنجیده تر جامعه بین المللی و افکار عمومی را آرام کند مقامات رژیم جمهوری اسلامی به نظر می رسد با این تاکتیک سعی در آزمودن واکنش های جهانی و خریدن وقت بیشتر و یافتن راهی برای برون رفته از این اوضاع باشند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این تضاد در لحن و پیام های جمهوری اسلامی در نهایت به یک تصمیم قاطع و عملگرایانه خواهد انجامید یا خیر؟ یا اینکه استراتژی شمشیر بالا سر تنها یک حربه روانی است برای دور نگه داشتن اسرائیل از تحرکات بیشتر در راستای تخریب مواضع جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه رژیم علی خامنه ای اکنون در نقطه ای قرار گرفته که می تواند خاور میانه را به زمین بازی خطرناک ابرقدرت ها تبدیل کند با توجه به نزدیکی اسرائیل به آمریکا و حمایت های بی قید و شرط واشنگتن از تل هرگونه درگیری نظامی در منطقه فارغ از نتایج مستقیم آن با واکنش سریع آمریکا همراه خواهد شد در واقع یکی از سناریوهای محتمل این است که پس از هر گونه حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل آمریکا نه تنها در سطح نظامی بلکه در سطح سیاسی و اقتصادی هم واکنش تندی از خود نشان دهد این نگرانی ها به حدی جدی است که تحلیلگران سیاسی و امنیتی غربی به طور مرتب در حال هشدار دادن به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه جمهوری اسلامی هستند. همکنون رسانه ها و تحلیلگران امنیتی از احتمال به کارگیری تجهیزات نظامی پیچیده تر و خطرناکتر از سوی اسرائیل در صورت وقوع جنگ خبر میدهند. تجهیزاتی که در بسیاری از موارد برای نابودی زیر ها به کار خواهند رفت. اکنون و در حال حاضر چشم همه به واشنگتن دوخته شده است. اینکه چه کسی می تواند رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا شود قطعا در آینده این تحولات بسیار تأثیر گذار خواهد بود بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازگشت دانالد ترامپ به کاخ سفید جمهوری اسلامی را به یک عقب نشینی وادار می کند که خطر جنگ را بسیار کمتر خواهد کرد مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.